بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمد شریفوری هستم، استاد دپارتمنت انستزی. امید که همتان از صحت کامل برخوردار باشید. موضوع لکچر امروزی ما اکسیژن تراپی و تهویه به متد غیر تهاجمی و یا نان اینواسیو ونتیلیشن می باشد. در جریان لکچر امروزی ما در مورد اکسیژن تراپی، انواع اکسیژن تراپی و مشکل هدف اکسیژن تراپی، توضیح پروسیجر اکسیژن تراپی، اختلاطات اکسیژن تراپی و به مشکل در مورد نان اینواسیو ونتیلیشن صحبت خواهیم نمود. شروع میکنیم موضوع اول خود را که اکسیژن تراپی میباشد. قبل از این که بالای اکسیژن تراپی صحبت کنیم، میخواهیم در مورد اکسیژن چند کلمه یادآوری نماییم. اکسیژن یک عنصر است که به مقدار زیاد در طبیعت موجود بوده و گاز مهم برای حیات میباشد. در ترکیب هوای اتمسفر به مقدار 21% اکسیژن شامل بوده. یک گاز است بدون رنگ و بدون بو می باشد. در داخل عضویت در قسمت اکسیدیشن رول بارز دارد و در خارج از عضویت در عملی احتراق موجودیت آن حتمی می باشد. که این مسئله را در وقت استعمال آن باید مد نظر گرفت. اکسیژن تراپی چی است؟ اکسیژن تراپی تطبیق اکسیژن در غلظت‌های بیشتر از فیصدی اکسیژن در هوای اتمسفر، یعنی در صورتی که اکسیژن را بیشتر از 21% به مریض تطبیق کنیم اکسیژن تراپی می باشد. طوری که قبلا یادآوری نمودیم، در ترکیب هوای اتمسفر به مقدار 21% اکسیژن شامل بوده. در صورتی که بیشتر از 21% اکسیژن به مریض تطبیق شود اکسیژن تراپی می باشد. وجود مایان مقدار ثابت اکسیژن مورد ضرورت را از طریق ریوی داخل عضویت مایان می کند و کاربن دای اکساید را از عضویت اطرام می کند. در صورت موجودیت تشوش در عملی اکسیجنیشن، رسپایریشن و یا ونتیلیشن، مقدار اکسیژن در خون کاهش یافته و ممکن ضرورت به اکسیژن اضافی شود. اکسیژن تراپی در مراقبت سیستم تنفسی یکی از عمدترین شاخصها و یا جزء کلیدی در مراقبت سیستم تنفسی می باشد. در زمان اکسیژن تراپی یکی از اهداف مایان افزایش فیصدی اشباع اکسیژن در انساج که اشباع اکسیژن از باعث موجودیت مشکل و یا تشوش پایین می باشد. نورمال اکسی هموگلوبین دیسوسییشن کرو چون در مضمون فیزیولوژی این موضوع را به دیتیل شما مطالعه کردین، در اینجا صرف تعریفش میکنیم. این کرف چی است؟ ارتباط بین مقدار اکسیژن منحل در خون و مقدار متصل با گلوبین است. و نکته کلینیکی ما چی میباشد؟ نکته کلینیکی ما این میباشد
یعنی در صورتی که در ای بی جی پی ای او 2 را برای هایپوکسیا میبینیم باید پایین تر از 60 فیصد باشه، یعنی لیول ما 60 فیصد است. در صورتی که پی ای او 2 کمتر از 60 فیصد باشد ما میگیم که مریض در هایپوکسیا است. و در صورتی که پلس اکسیمتری ریدینگ ما میبینیم در اونجا باید پایین تر از 90 میلیمتر ستون سیماب باشه. فاکتورهایی که باعث کاهش بیشتر تمایل هموگلوبین برای اکسیژن می شود اشباع پایین اکسیژن در یک فشار قسمی اکسیژن معین می باشد. یعنی اکسیژن در انساج تخلیه می شود که فشار قسمی اکسیژن در آن کم باشد. فاکتورهایی که باعث تغییر منحنی به طرف راست می شود شامل افزایش غلظت فشار قسمی کربن دی اکساید، اسیدوزز و افزایش حرارت می باشد. استدبابات اکسیژن تراپی سازمان صحی جهان پیشنهاد می کند که اکسیژن را به میزان اشباع اکسیژن محیطی یعنی SpO2 مساوی و یا بیشتر از 94 فیصد در هنگام احیای اولیه و یا هم بیشتر و یا مساوی به 90 فیصد برای حفظ اکسیژنشن باید تیار کنیم. به صورت شماروار اگر استدبابات اکسیژن تراپی را یادآوری نماییم، اول مریضانی که هایپوکسیا داشته باشد، دوم مریضانی که دسترس تنفسی داشته باشد، سوم در مریضان ترومای وخیم، چهارم در مریضان COPD و شمول کرونیک برانشایتس، امفیزیما و کرونیک آسما اکسیژن تراپی صورت گیرد. به این شکل مریضانی که فرط فشار دیوی دارد و یا در حمله قلبی و یا مریضانی که در ایمای می باشد اکسیژن تراپی صورت گیرد. موارد دیگه که در آن اکسیژن تراپی صورت می گیرد مثلا در مرحله بعد از عملیات مریضانی که در مرحله ریکاوری می باشند و در مرحله برگشت عکسات فیزیولوژیک و حالت جهدی یا اگزرشنل در مریضانی که امراض مزمن ریوی داشته باشد. احتیاط ها در جریان اکسیژن تراپی سه مورد را همیشه باید داشته باشیم. اول سمیت اکسیژن، در صورتی که FiO2 یا مقدار فیصدی اکسیژن بیشتر از 50 فیصد برای 48 ساعت تطبیق گردد احتمال سمیت موجود می باشد. دوم احتمال احتراق، چون اکسیژن در عملی احتراق عنصر لازمی می باشد در هنگام استفاده آن و یا انتقال بالونای آن خطر احتراق موجود می باشد. سوم قرحات دهن یا موت السر که برای وقایع آن از آنتیسپتیک ها استفاده صورت گیرد. ضرورت به اکسیژن،
ضرورت به اکسیژن یا اکسیژن تراپی توسط ارزیابی کلینیکی و اندازه‌گیری اشباع اکسیژن تعیین می‌گردد و توسط متدهای تهاجمی و غیر تهاجمی اکسیژنیشن صورت می‌گیرند. در کلینیک اکسیژن تراپی معمولاً به اساس معاینه ای بی جی، پلس اکسیمتری و اعراض و علائم کلینیکی صورت می گیرد. اهداف کلینیکی اکسیژن تراپی: اهداف کلینیکی اکسیژن تراپی تداوی هایپوکسیا، تنقیص کار سیستم تنفسی و تنقیص کار عضلی قلب می باشند. اکسیژن دلیوری میتود و یا تکنیک های اکسیژن تراپی: اکسیژن تراپی به دو کتگوری تقسیم شده. اول لو فلو سیستم، دوم های فلو سیستم. در سیستم لو فلو سیستم مقدار اندک از هوای شیقی مریض در برای گیرنده اکسیژن می باشد. یعنی در این طریقه هیچ وقت ما 100% اکسیژن خالص را تطبیق کرده نمی توانیم. برعکس در های فلو سیستم مقدار ثابت و بیشتر از هوای شیقی اکسیژن می باشد. که در این روش احتمال موجودیت 90-100% اکسیژن موجود می باشد که به متدهای تهاجمی و غیر تهاجمی تطبیق می شود. یعنی در نان ریبریتینگ ماسک و سیپاپ و یا های فلو نزل کانولا ضرور نیست که در مریض یک پروسیجر اجرا شد مثل لارنگوسکوپی و یا انتوبیشن شد. مثلا در سیپاپ و یا نان ریبریدینگ ماسک صرف با تطبیق ماسک در وجه مریض احتمال موجودیت 100% FI2 موجود می باشد و در قدم اول ترجیح داده می شود که از متدهای غیر تهاجمی استفاده شوند، خصوصا در مریضان کووید 19. لو و های فلو سیستم را به صورت مختصر مورد مطالعه قرار می دهیم. اول نزل کانولا. نزل کانولا از جمله لو فلو دیوایس می باشد که متشکل از دو شاخه تیوب پلاستیکی نرم که در قدام حفره بینی داخل می شود و اکسیژن را به ناحیه نز و فرنگس انتقال می دهد. ظرفیت انتقال اکسیژن را تا 4 لیتر دارد. یعنی در یک دقیقه 4 لیتر اکسیژن را انتقال داده می توانند. حد اعظمش 4 لیتر است. هر لیتر اکسیژن 4% FiO2 را بالا می برد. یعنی انتقال فیصدی انتقال اکسیژن را از 21% تا 36% بالا برده می تواند. چون هر لیتر اکسیژن 4% اکسیژن را بالا می برد، 4 ضرب 4 16 می شود. 16% را با اکسیژن
هوای اتاق و یا اتمسفیر که 21% جمع میکنیم 36% میشود. نقص این تکنیک این است که اکسیژن تروپی و یا اکسیژن به شکل مرطوب و گرم نمی باشد. سیمپل فیس ماسک و یا اکسیژن ماسک ای هم از جمله لو فلو دیوایس می باشد و ظرفیت انتقال اکسیژن آن 6 تا 10 لیتر پر منت می باشد و در حالات دسترس تنفسی متوسط استفاده می شود. فیصدی انتقال اکسیژن آن از 35 الا 60% می باشد. در صورتی که تقاضای FiO2 کمتر از 50% باشد، تکنیک سیمپل فیس ماسک مناسب می باشد. پارشل ریبریدر ماسک و یا نان ریبریدر ماسک مریضانی که بیدار باشد، یعنی مریضانی که کماتوز را توسط ای وسیله نمیتوان اکسیژن تراپی نمود، مریضانی که بیدار باشد و تنفسی بنفسی داشته باشد، اول خریطه آن پر می شود. در صورتی که انفلیت و یا دیفلیت شده می توانست بعد از او استفاده می شود که در نان ریبریدر ماسک احتمال تطبیق اکسیژن 100% موجود می باشد و در پارشل ریبریدر ماسک احتمال 75% اکسیژن موجود می باشد. فایده این تکنیک چی است؟ فایده این تکنیک یعنی در نان ریبریدر ماسک گاز شقیقی با هوای اتمسفیر مخلوط نمی شود. یعنی در عین محیط زفیر و شقیق صورت می گیرد. در پارشل ریبریدر ماسک ماسک وجهی است با ریبریدینگ بک است و در نان ریبریدر ماسک ماسک وجهی است که دو والو داره، هر دوش بسته می باشد و یک والو بین خریطه و خود ماسک موجود می باشد و ماسک است خوب محکم با وجه که است تثبیت می شود. اگر SpO2 مریض 60 بود، ترجیح داده می شود که از نان ریبریدر ماسک در مرحله اول استفاده شود. اما در صورتی که SpO2 مریض 80 باشد، باز خوبتر است که از فیس ماسک و یا نزل کانولا استفاده شود، چون هر دو دیوایس می تواند 20% اکسیژن را بالا ببرد. اما اگر SpO2 60 و یا 60 پایین بود، وقت را ضایع نمی کنیم. نظر به کلینیکال ججمنت و یا قضاوت کلینیکی بهتر است از نان ریبریدر ماسک استفاده شود. در صورتی که نان ریبریدر ماسک نداشتیم، از ونتیلیتور استفاده شود. خوب است که اول به متد نان اینواسیو یعنی از سی پاپ و بای پاپ استفاده کنیم. در صورتی که جواب نداد، یعنی بعد از یک ساعت، میتونیم مریض را انتیویشن کنیم و از مودهای دیگر وینتیلیتور استفاده کنیم. وینچوری ماسک یا وینچوری تایپ ماسک که در این روش مقدار معین اکسیژن غلظت شقیقی برای مریض تحویل میگردند. نظر به رنگ های آن فیصدی معین FiO2 را بالا میبرند. ظرفیت انتقال اکسیژن را از 25
الا 60% بالا برده می توانند. متدهای دیگر اکسیژن تراپی اکسیژن تنت و اکسیژن هورد می باشند. درباره بک والو ماسک دیوایس که هست معلومات کافی در سمستر گذشته برایتان ارائه کردید. روش دیگر تطبیق اکسیژن های فلو نزل کانولا می باشد. مقدار جریان آن تقریبا 2 الی 80 لیتر می باشد و با فشار زیاد اکسیژن به مریض تحویل می گردد. ظرفیت انتقال آن 100% می باشد. یعنی به مریض تا 100% هم اکسیژن تطبیق کرده می تواند. چون فشار این وسیله زیاد می باشد باید به شکل محکم بسته شود. قیمت این وسیله مانند ونتیلیتور بسیار زیاد بالا نمی باشد و در اوقات وخیم یک وسیله بسیار مؤثر می باشد. در جریان اکسیژن تراپی باید تاریخ و وقت اکسیژن تراپی معین گردد. متد و یا تکنیک اکسیژن تراپی معین گردد و به شکل غلظت و جریان اکسیژن ذکر گردد و مراقبت مریضان در جریان اکسیژن تراپی صورت گیرد. نان اینواسیو ونتیلیشن یکی از انواع تهویه مکانیکی می باشد که حمایت تنفسی را بدون مداخله تهاجمی و یا انتیوبیشن نمودن مریض فراهم می نماید. معمولا به 3 نوع می باشد: بایپاپ، سی پاپ و پرشر سپورت ونتیلیشن می باشد. این نوع تهویه مکانیکی فشار مثبت تولید می کند و اکسیژنشن را خوب می سازد. استعداد بابات نان اینواسیو ونتیلیشن: اول، نظر به اعراض و علائم کلینیکی. در صورتی که مریض دیسپنیا داشته باشد، ریت تنفسی مریض بالاتر از 25 باشد و یا از عضلات اضافی تنفسی استفاده می کنند، از این روش استفاده شوند. به می شکل در صورتی که مریض عدم کفای حاد تنفسی داشته باشد، ادویه‌های دیوی منشأ قلبی داشته باشد، مزاد استتباب انتیبیشن موجود باشد، اگزاسربیشن سی او پی دی و یا آسما موجود باشد، مریض تشوش عضلی عصبی داشته باشد و یا در مرحله وینینگ باشد، استتباب مناسب دارد یا استتباب خوب دارد. مزاد استتباب نان اینواسیو ونتیلیشن در صورتی که مریض نارام باشد، آرست تنفسی و قلبی موجود باشد، مریض در ایمای باشد و یا آریتمی داشته باشد، خونریزی جهاز هضمی داشته باشد خصوصا قسمت فوقانی آن، و یا مریض طرق هوایی خود را محافظه کرده نتواند و یا گلاسکو کوماسکلی آن پایین تر از 9 باشد، مزاد استتباب می باشد. به این شکل مریض افرازات طرق هوایی داشته باشد، توسع بطن داشته باشد، دلبدی و استفراغات داشته باشد و یا
عملی جراحی قسمت علوی جهاز هضمی انجام داده باشد و یا هم مریض ترومای وجهی داشته باشد، در این مریضان نن اینوسیو فنتیلیشن مزاد استدباب می باشد. قابل ذکر است در صورتی که استدباب واضح انتوبیشن در مریضان موجود باشد، مریض انتوبیشن شود. ای بی جی مریض قبل از نن اینوسیو انتوبیشن، یعنی حداقل نیم ساعت قبل از نن اینوسیو انتوبیشن، نن اینوسیو ونتیلیشن صورت گیرد. پروسیجر به مریض توضیح داده شود و به مریض وضعیت مناسب داده شود. بعد از وضعیت مناسب ماسک مناسب سیپاپ و یا بایپاپ انتخاب شود. تحمل مریض در مقابل آن دیده شود و بعد از تحمل مریض ونتیلیشن آغاز شود. معمولا در بازار تجارت سه نوع ماسک نان اینوسیو ونتیلیشن موجود است. اورال، نزل و اورو نزل. در سیپاپ ریت تنفس را 10 الی 12 عیار می کنیم و پی پی مریض را 5 الی 10 عیار کرده می توانیم. اول اکسیژن و فیصدی بالا یعنی 100% تطبیق شود، بعدا تتریت شود، یعنی بعدا تدریجی مقدار آن نظر به وضعیت مریض کم شود. در بایپاپ مریض را در سپانتینیوس مود مندازیم که ای پاپ آن را 5 سانتی متر آب مندازیم که ای پاپ معادل پوزیتیف این اکسپایراتوری پریشر می باشد. در صورتی که ای پاپ 5 باشد، آی پاپ یا فشار دومی باید 10 باشد، یعنی فاصله بین فشار اولی و فشار دومی حداقل عدد 5 باشد. در اینجا هم ریت تنفسی را 10 الی 12 مانده می توانیم و میشه نظر به ضرورت مریض ریت تنفس را بالا ببریم. FiO2 را که است در اینجا هم از 100% شروع می کنیم. در صورت ضرورت آی پاپ را 2 الی 5 سانتی متر آب در هر 10 دقیقه بعد بلند برده می توانیم تا تایدل والیوم مؤثر را تولید کند. یعنی در صورتی که تایدل والیوم مؤثر را تولید کرده نتواند، می توانیم که آی پاپ را یک کمی بالاتر عیار کنیم یا هر 10 دقیقه بعد می توانیم مقدار آن را زیاد کنیم. FiO2 مریض را باز هم نظر به ضرورت مریض کم کرده می توانیم. موضوع مهم در های فلو سیستم سمیت اکسیژن می باشد. قسمی که قبلا هم یادآوری کردم، در صورتی که بالاتر از 60% اکسیژن برای 48 ساعت استفاده گردد، احتمال توکسیسیتی موجود می باشد. سیتینگ سیپاپ را برایتان توضیح دادم که پیپ را که است 5 الی 10 عیار کرده می توانیم نظر به ضرورت مریض و پریشر سپورت زمانی که ما در ونتیلیتوری از سیپاپ استفاده می کنیم
اگر مریض کدام مشکل پیدا کند و یا در عرست تنفسی برود یا در اپنی برود، خود به خود پریشر سپورت تیار می شود، مثل بای پاپ پاره می شود که در اینجا هم ماشین یک فشار را فشار دومی را برای مریض می دهد که مانند بای پاپ می باشد که معادل آی پاپ می باشد. به خاطر از اینکه هندسه فضایی نشه و بیشتر مغلق نشه، تیوری موضوع را که از توقف میتیم، انشالله در کارهای عملی عملا در ونتولاتور کار میکنیم. قابل ذکر است در صورتی که در یک ساعت وضعیت مریض در نان اینوسیو ونتیلیشن خوب نشد، یعنی اشباه اکسیژن شریانی خوبتر نشد، مریض انتیبیشن می شود یا مریض هر چی زودتر انتیبیشن شود. ای بود لکچر امروزی ما که خدمت شما ارائه کردید. برای معلومات بیشترتان شما می توانید به رفرنس ها مراجعه کنید. امید که مورد استفاده شما قرار گیرد. تشکر از توجهتان.